برنامه رو شروع کردیم. خیلی خوش آمد میگم به همه دوستان که امشب همراه ما هستین. گروهی داریم که فکر میکنم تقریبا هر هفته کنار هم هستیم، سه شنبه شبها در برنامه که کارگاه شعر داستان اکنون به طور روال معمول داره، و امشب ما این افتخار رو داریم که مهمان ویژه‌ای داریم، محمد رضا عالی پیام عزیز. من فکر نمی کنم ایشون احتیاج به معرفی داشته باشن، گرچه من یه معرفی خیلی کوتاه هم آماده کردم که بهش میپردازیم، ولی قبل از این که به معرفی برسیم فقط خواستم مجدد به همه خوش آمد بگم و اینکه خیلی خوشحالی خودمون رو اعلام بکنم که امشب در کنار ما هستین. جمعی داریم از نقاط مختلف استرالیا. من چند تا از اعضا رو میشناسم که از سه چهار شهر مختلف استرالیا به جمعمون پیوستن امشب، و فکر میکنم دوستانی هم داریم که از ایران بهمون ملحق شدن امشب. خیلی خوش آمد میگیم به شما. با اجازتون من یک معرفی خیلی کوتاه از مهمان امشبمون رو انجام میدم و بعد میریم به روال برنامه. محمد رضا علی پیام عزیز نیاز به معرفی نداره. خیلی از ما ایشون رو به عنوان هالیو میشناسیم. شاعر، طنزپرداز، دیپلمات سابق، وبلاگ نویس، عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، مدیر مسئول مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا، بازیگر و تهیه کننده و کارگردان. ایشون با وجود اینکه تحصیلات دوره دبیرستان خودشون تو رشته ریاضی فیزیک انجام دادن مثل خیلی از ماها، برای رشته دانشگاهیشون سراغ هنر رفتن. ابتدا شاخه گرافیک رو شروع کردن ولی در نهایت گرایش پیدا کردن به رشته سینما. در حال حاضر عضو کانون فیلم نویسان سینما ایران هستن، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما ایران، انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داروی خانه سینما، داوری خانه سینما، و همینطور عضو چند انجمن ادبی هنری در تهران هستند، مدیر عامل مؤسسه مینا فیلم و همینطور مدیر مسئول مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا هستند. فعالیت های سینمایشون رو سال 1358 شروع کردن در فیلم جنگ اطهر که توی این فیلم بازیگر بودن، و همینطور بعد از اون توی فیلم توهم. از جمله بخشای کارنامه‌اش رو میتونیم اشاره بکنیم به طراحی فیلم و لباس توی فیلم توهم، کارگردانی دو فیلم خسته نباشید و مشت، مجری طرح فیلم پرواز از اردوگاه و سناریو فیلمنامه‌نویسی فیلم‌های از جمله مشت بر پوست، پرواز از اردوگاه و خسته نباشید. همینطور ایشون تهیه کننده یه سه فیلم بودن، شامل مشت بر پوست، روز خنجر، دلم برای پسرم تنگ شده، و همینطور سرمایه گذاری توی فیلم هایی از قبیل بایسیکل ران و مشت بر پوست. و شاید یه نکته جالبی که نظر منو خیلی جلب کرد، نقش مؤذن مسجد جامع سبزوار در سریال سربداران بود که ایشون اجرا کردن. برای گروهی از ما که ممکن اهل مشهد باشیم یا اهل سبزوار باشیم، فکر میکنم سریال سربداران ویژگی های خاص داره، و خب خیلی برای من جالب بود که این رو دیدم. با وجود فعالیت های گسترده ایشون در زمینه فیلم و سینما، اکثر ما ایشون رو با شعرهای جنجالیشون میشناسیم. شعرهایی که آقای هالو رو بسیار معروف کردن در طول سالیان اخیر، اشعاری هستن که به جنبه های عقب‌ماندگی سیاسی فرهنگی ایران میپردازه. از جمله اشعارشون میتونیم به نمونه های از قبیل دختر آبی، بوسه، روزه زاهد، قانون چک، درد بی درمان، طالب آخون، بهاریه، کوچه، اوین دربست، دروغ، ماجرای اسب حضرت عباس،
اشاره بکنیم و نهایتا هم لازم هست بگم که مجموعه اشعار ایشون در کتابی با عنوان افاضات آقای هالو به چاپ رسیده. امیدوارم که فرصتی پیش بیاد تا ما بتونیم به این کتاب دسترسی داشته باشیم، حالا یا اگه امکانش باشه اینجا سفارش بدیم، یا اگه روزی سفر کردیم به ایران بتونیم ایران تهیه بکنیم. بسیار عالی. من فکر میکنم ما 45 نفر داریم الان توی گروه. از همه دوستان خیلی ممنون هستم. روال برنامه امشب اینطور خواهد بود که کار رو شروع میکنیم با صحبتی که با شعرخوانی آقای عالی پیام. فکر نمی کنم هیچ روشی بهتر از این وجود داشته باشه برای باز کردن یک جلسه، و بعد از اون وابسته به اینکه حالا فضا چجوری پیش بیاد ممکنه چند تا سوال کوچولو مطرح بکنیم در رابطه با شعرشون، و به جایی می رسیم که می پردازیم به بحث اصلی امشب که ضرب المثل های پارسی هستش. آقای عالی پیام زحمت می کشن و برای ما راجع به ضرب المثل های پارسی صحبت میکنن، و بعد از اون ما به پرسش و پاسخ میپردازیم. دوستان زحمت کشیدن پیش از این یه تعدادی سوال برای من فرستادن که من اون سوالا رو مودریت میکنم و میپرسم. در این حال اگر سوال دیگه ای هم داشتین لطفا پست بکنین و من در خلال برنامه مطرح میکنم. یه نکته ای هم بگم، با توجه به اینکه ما امشب 2 ساعت برنامه داریم، تقریبا اواسط ساعت من یه بریکش 5 تا 10 دقیقه میدم که بتونیم یه استرچی بکنیم، یه چایی بخوریم، یه چیزی. بسیار عالی. میدم میکروفون دست آقای عالی پیام. اگر دوست دارین سلامی به دوستان بدین و بحث رو شروع بکنیم. درود به شما. الان صدا و تصویر من دارید؟ من دیگه الان صدای شما رو ندارم قاعدتاً، چون صداتون رو داریم ولی تصویرتون رو نداریم. اگر قصدتون این بود که باز بکنید تصویر رو. بسیار عالی، تصویرتون رو هم داریم. بسیار خوشحالم که در جمع شما فرهیختگان و عزیزان دور از وطن هستم. اولین باری که در این جلسه حضور پیدا میکنم و امیدوارم که آخرین بارش نباشه، و خیلی خیلی خوشحالم. این چهره ها رو که من میبینم به من انرژی میدن. شروع کنیم؟ بله، دوست دارین اول با شعرخوانی شروع بکنیم که یه خورده یخ هم باز بشه، یه حظ ویژه ببریم؟ شعر خیلی کوچیک شروع میکنم و بعد حالا یک شعر مفصل رو گذاشتم در رابطه با ضرب المثل، چون صحبت هست در رابطه با ضرب المثل، چون من تو اشعارم خیلی زیاد استفاده میکنم. یه به اصطلاح شاهد مثال رو آوردم، شعری که در آخر صحبت ها خواهم خوند و بعد سوالات دوستان رو جواب خواهم داد. با یه چند بیت میگه: انتخاب این رئیس جمهور ما انتخابی معجزه‌آسا بوده است. این چنین کار بزرگی بیگمان معجزی از سوی عیسی بوده است. یا که کار مشترک بین دو تن از قبیل خضر و موسی بوده است. پیرمردی خنده کرده گفت: نه، کار انگلیسا بوده است. خب من برم سر ضرب المثل. حدود 30 سال پیش بود، که توجه من جلب شد به قصه های ضرب المثل ها. یه سری ضرب المثل ها بود که ریشه هاشو برام جالب بود بدونم چیه، و شروع کردم به ریشه یابی ضرب المثل ها. دقیقا حدود 27-28 سال پیش. خب یه سری منابع بود که یکی یکی پیدا کردم، کسانی که قبل از من این کار رو کرده بودن، و بعد من یک نقایصی در این کارها دیدم که به نظرم رسید که این کار رو من باید تکمیل کنم. یکی از بزرگترین نقصایی بود که
خیلی از اینا عربی دست هم دیگه هی می نوشتن. تو این کتاب یه سری بود، اون می اومد اینا رو یه مقدارش جمع می کرد، از این کتاب از اون کتاب یه کتاب درست می کرد، اون یکی از این یکی ها، و هی از رو هم دیگه کپی می کردن. حالا بعضی ها دستی هم توی نثر رو اینها می بردن. خیلی از این قصه ها ناقص بود، مثلا تو این یه سریش بود، تو اون یه سری، تو این یه سری. من اینها رو تکمیل کردم که حالا به نمونه هاش خواهم پرداخت. یه سری ضرب المثل ها هست که دیگه اصلا از رده خارجه، یعنی هیچ کس نمیدونه یعنی چی، که فقط کتاب رو سنگین میکنه. شاید دو سوم مثل هایی رو که تو امثال و حکمه ده خدا هست الان دیگه به کار نمیره و هیچ کس معنی به کاربردش رو نمیدونه. در عوض به جاش یه سری ضرب المثل ها و اصطلاحات جدید وارد زبان شده که من ندیدم کسی به عنوان ضرب المثل های جدید با حفظ ریشش و توضیح ریشش که این چی بود به اینجا رسید اینها رو جمع آوری کرده باشه، که من حدود 3000 ضرب المثل جمع کردم که در هیچ کتابی نیست، با ریشه هاش توضیح دادم، نمونه هاش رو امروز خواهم گفت. خب اولین ضرب المثل چی هست؟ ضرب المثل یک جمله کوتاهه که ما با ادای این جمله یک مفهوم بزرگ رو منتقل میکنیم بدون اینکه بخوایم خیلی توضیح بدیم، و این رو هم من گوینده میفهمم هم شنونده میفهمه که منظور ما چیه. مثلا وقتی میگیم بزک نمید بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد، همین میفهمیم که ما داریم بیه. گاهی یه پاراگراف حرف توی جمله کوچیک میاد، آقا خیلی امیدوار نباش، حرف گنده گنده نزن، حالا فکر میکنی تو واهی این امید تو فلان و اینا نمیشه فلان، یعنی این ضرب المثل کوچولو اینقدی. یا میگیم یارو رو ده را نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگرفت. این کسایی که متوهمن و عقده خود بزرگ بینی دارن، کسی تحویلشون نمیگیره و حرفای گنده گنده میزنن، ادعای گنده گنده میکنن، بزرگ میکنن و ما میدونیم که در شخصیت اینا چیزی نیست. خب همه اینا میره تو همون یه جمله یارو رو تو دهران نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت. چجوری میشه که ضرب المثل به وجود میاد؟ این رو من با نمونه های امروزش براتون توضیح خواهم داد. ببینید یک سری قصه ها و داستان هاست که این قصه ها و داستان ها در قدیم یواش یواش صدای من نویز داره، شما هم صدا رو با نویز میشنوید یا فقط گوشه منه که نویز؟ خب نه خیلی خوب. خب این قصه رو همه بلدن، یعنی انقدر فراگیر شده که همه این قصه رو میدونن، و ما برای اینکه منظورمون رو برسونیم اشاره میکنیم به این قصه و فقط اون تهش رو میگیم، اون جمله آخرش رو میگیم، اون نتیجه آخر میگیم. همه میفهمین که ما داریم به کدوم قصه یا داستان اشاره میکنیم. این اینجوری میشه ضرب المثل، میشه مثل. یا یک بیت شعری به قدری معروف میشه که همه دیگه این شعر رو شنیدن و منظور و مفهومش رو میفهمیم، این شعر رو بیان میکنیم از یک شاعری که عمومیت پیدا کرده و میشه مثل. خیلی وقت ها هست که این مسئله میمونه و اون داستان ها فراموش میشن، ولی مسئله کاربرد خودش رو حفظ میکنه و ما دیگه نمیدونیم چی شد که این ضرب المثل به وجود اومد یا بر اساس چه قصه این شکل گرفت. کاربرد خودش رو حفظ کرده و هنوز در بین مردم به کار میره بدون اینکه اون قصه اصلی وجود داشته باشه. کاری که من در اینجا کردم اینه که اون قصه اصلی رو رفتم آوردم به اضافه خیلی چیزایی که تحقیقیه و تحقیق کردم راجع بهش و به نتایج جالبی رسیدم. این رو هم من بگم که در باب ضرب المثل ما یه سری مثل داریم، یه سری حکمت داریم یا کلمات قصار، که این کلمات قصار یا حکمت مثل نیست ولی مثل مثل به کار میره. مثلا میگیم که ادب از که آموختی از بی ادب ها. خب درسته که یه داستانی داره راجع به لقمان حکیم و اینا، ولی بیشتر حکمته تا ضرب المثل. یا میگیم آدم گرسنه دینه ایمون نداره، یه حکمته. یا
یا میگیم دروغگو کم حافظ است. خب حالا ممکنه یه داستانهایی هم پشت این باشه، ولی این بیشتر کلمه قصاره تا ضرب المثل. به قدری مرز بین حکمت و مثل باریکه و گاهی نمیشه اینها رو از هم دیگه تفکیک کرد که علامه ده خدا اینها رو در یک کتاب آورده، میگه امثال و حکم، یعنی هم مثل ها هم حکمت ها، چون نمیشه واقعا جدا کرد. منم نتونستم خیلی وقتا اینها رو از هم دیگه جدا کنم. غیر از اینها یه سری اصطلاحات داریم، مثلا میگیم نردبون دزدا، به کی میگیم؟ به آدم قد بلند. وقتی میگیم یارو نردبون دزدا سنی خیلی دراز قد بلنده، یا میگیم مفنگی یعنی آدم پیزوری لاجون، یا میگیم مال کشیدن. اینا اصطلاح، این دیگه ضرب المثل نیست، ولی باز جزء همون دسته قرار میگیره، چون ما یه چیزی میگیم منظورمون یه چیزی دیگه است. دقیقا مثل کنایات، کنایه هم داریم، مثلا میگیم طرف آسوپاس یعنی نداره، از گفتن آسوپاس یعنی اینکه بیچیزه، فقیره، یا دست کم گرفتن، یا دستی بر آتش داشتن، یا بر آتش دامن زدن. اینا همه اصطلاحه که باز توی دسته ضرب المثل ها شاید بشه گنجوندش. یه سری تشبیهات داریم، میگیم مثل آب اماله، هی میره میاد، هی میره میاد، یا مثل مار زخمی، یا مثل بوز اخفش، آب زیر کاه. اینا رو تشبیه میکنیم همه رو. باز تشبیهات هم شاید یه جوری توی ضرب المثل ها بدونه در کنار اونها ما یک جا اینها رو داشته باشیم و خیلی جدا کردنی نباشن. خب من وقتی که شروع کردم حدودا 30 سال پیش، یواش یواش دامنه کارم گسترده. اول فقط پرداختم به ریشه‌یابی مثل ها، و در طول کار به یه چیزای جدیدی رسیدم. مثلا متوجه شدم یه مثل در تهران اینجوری استفاده میشه، این همین مثل در خراسان چجوریه، در گیلان چجوریه، تو کردستان چجوری استفاده میکنن، بختیاری ها همین مثل رو چجوری میگن، یه سری واژه های محلی توش به کار میره، وجه تمایزش یه سری واژه های محلیه، یا حتی فرهنگ محلی روی فرم این ضرب المثل تأثیر میذاره، ولی همون مثله که من اینها رو در کنار همون بردم و تفکیک کردم. خیلی برام جالب بود. حتی مثل هایی که ما نمونه ها و مشابهش رو در زبان های دیگه داریم، که باز من اینها رو آوردم که این مثلی که ما در ایران میگیم انگلیس ها اینو دارن، آلمانی ها مثلا اینو دارن، تا اونجایی که در دسترسن بود. خیلی از مثل های ما تأثیرپذیری از زبان های دیگه داشتن، یعنی اصلش مال ما نیست، اصلش از زبان دیگری وارد زبان ما شد. مثلا ما میگیم که چاه کن همیشه ته چاهه، یا چاه نکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. خب این نشوندن میگه کسی که یه چاه میکنه برای کسی، اول خودش تو اون چاه هست که داره اینو میکنه. مثل خیلی زیباست. عرب های مثلی دارن، میگن من هفت عرب ایرال اخی و غعفی، هرکی چاه برای برادرش بکنه خودش توش قرار میگیره. میبینیم این ضرب المثل رو عرب ها دارن. حالا این ضرب المثل فارسی از عرب ها وام گرفته شده یا عرب ها از فارس ها وام گرفتن، این رو خیلی نمیدونیم دیگه. خیلی مطالعات چیز بخواد که بریم تو منابع، بریم عقب ببینیم که اول از همه کی استفاده کرده، ولی برای من این مهم نیست. برای من این شباهت این دو تا ضرب المثل که هم عرب ها دارن هم ما داریم. میرسیم به مثل هایی که ما وام گرفتیم از آثار بزرگان. یک بیت شعر یا یک جمله از یک بزرگی اینقدر این معروف میشه که شده ضرب المثل. خب حالا ضرب المثل هایی که توی دیوان ها هست، چه حافظ، چه سعدی، چه مولانا، چه عطار یا هر کسی دیگه ای، اینا دو قسمت هم. یکی این ضرب المثل بوده و این شاعر اومده استفاده کرده از این ضرب المثل، از قبل بوده، مال این شاعر نیست. خب یه سری اشعار این شاعر به قدری معروف شده که از اینجا به بعد شده ضرب المثل، قبل ضرب المثلی نبوده.
مثال بیارم براتون. ببینید مثلا میگه درویش هر کجا که شباید سرای اوست. این رو ما در شعر خیلی از شعرها میبینیم، پس این مال کسی نیست، این بوده این ضرب المثل و این شاعر استفاده کرده. یا همین داستان آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا میآید فرخنده پی، که مولانا میگه گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. قبل از مولانا این رو کسی دیگری به کار آورده که پاشنه پا میگه، میگه از پاشنه پا پیداست. مولانا همین رو استفاده کرده، پس این مال مولانا نیست، مولانا این ضرب المثل رو استفاده کرده ازش. یا طرب نوجوان ز پیر مجوی، که دگر ناید آب رفته به جوی. سعدی میگه این آب رفته به جوی بر نمیگرده رو خیلی از شاعران قبل سعدی هم داشتن و سعدی از این ضرب المثل استفاده کرده در شعرش. یا خیام که میگه آواز دهل شنیدن از دور خوش است. خیلی خیام ضرب المثل زیادی استفاده کرده، میگه گویان بهشت باقی و حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بدارو، این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. هرچند نقد و نسیه هم باست این شعر یه مثله که اونم جایگاه خودش داره. ولی بعضی از مسئله ها هست که اینقدر این بیت این شاعر معروف شده یا این مطلب معروف شده شده ضرب المثل و قبلا نبوده و خود شاعر هم نمیدونست که یه روزی این بیت یا این مصرع ضرب المثل خواهد شد. مثلا میگه مثنوی 70 من کاغذ، یعنی حرفای خیلی زیاد. همین از شعر مولوی گرفته شده، مثنوی 70 من کاغذ شده. یا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، نرود میخ آهنین در سنگ. از سعدی. اینها چیزایی که این شاعر استفاده کرده، به مرور انقدر گفته شده شده ضرب المثل. یه سری زیادی از ضرب المثل های ما ریشه در بازی ها داره، خصوصا قاب بازی. یک کتابی هست به نام قاب بازی در ایران، بسیاری کتاب نایابه. این کتاب رو که من خوندم در خیلی از منابع هم و دیدم که به این کتاب خود زده بودن، دیدم خیلی زیاد از ضرب المثل های ما ریشه گرفته از اصطلاحاتی است که در این بازی هست، که الان دیگه من فکر میکنم در تهران که مطلقاً نیست، من شنیدم در بعضی از شهرستان ها هنوز قاب بازی، چه دو قاب چه سه قاب بازی میشه. قاب یک استخون خاصی از پای گوسفنده که حالت تاس داره، یعنی 6 تا وش داره، این هر طرفش یه اسم داره، مثلا جیک داره، بوک داره، بز داره، اسب داره، و این رو دو تا قاب رو یا سه تا قاب رو میندازن بر اساس اون که چجوری بیشینه، مثل پوکر که بر اساس این که چجوری این اکس ها بیاد پلو هم امتیاز بالاتری داره امتیاز گیری میکنن و قمار میکنن. یه سری ضرب المثل هست، مثلا میگن جیک و پوک فلان مسئله رو یارو میدونه، آقا به جیک و پوکش این اطلاع داره. این جیک و اولا جیک و بوکه، پوک نیست. دو تا از طرفهای این قاب، یکی جیک یکی بوک، و یک قماربازی بود بسیار معروف به نام لیلاج که در ادبیات ما لیلاج به عنوان قمارباز معروف معروف. میگن این دیگه اون اواخر کارش همه بازی ها رو بلد، به قدری بدبخت بوده که میرفته تو تون حموم لای خاکستر میشسته که گرم بشه، یه هیچ چی دیگه نداشته. تون حموم جایگاه آدم های کارتون خواب بوده که دوزه مسون از سرما تون اون قسمتیست که آتیش میکنن و آب همون گرم میشه، همیشه اونجا گرمه. بدبخت بیچاره های کارتون خواب میرفتن اونجا. لیلاج آخر عمری کارش به اونجا کشید. یه مادری بچه شو برمیداره میره پیش لیلاج، میگه لیلاج این بچه رو نصیحت، میگه چی؟ میگه همش با این بچه ها میره قمار میکنه، میگه میخوام مثل لیلاج بشه. میگه بچه شو میگه جلو قابه تو دو من قابای اینو میگیری میندازه رو پشتبون همون، میگه حالا برو نگاه کن، یکیش جیک نشسته یکیش بوک نشسته. بچه میره پشتبون نگاه میکنه اینه راست میگه، این از اینجا میدونه اون پشتبون چی نشسته این قاب. یاد میگه درسته، میگه ببین بچه من یکی جیک و بوک این قاب اون بالا میدونم، اینه وضعیت آخرم، تو به کجا میخوا برسی؟
یعنی که میگن جیک و پوکیشو میدونه از این قضیه است. یا عرض شود که بوز آوردن به معنی بدشانسی آوردن. کم ارزش ترین امتیاز قاب بوزه، دو بوزه، یعنی دو تا بوز که بیشینه دیگه این مطمئن باخته، میگن بوز آورده، یعنی قابش خیلی بد نشسته، باخته. یه مثال داریم، میگن چپش پره، طرف چپش پره، یه چپش خالیه. خب قمار بازه وقتی بازی میکردن پولاشون رو تو دست چپ میگرفتن و قابو با دست راست میریختن. که من بچه بودم تو معلمون قاب بازی میشد، دقیقا یادم اینجوری میکردن، میریختن و این دست رو محکم میزدن به پا، نمیدونم این دیگه چیش بود، هرچی محکمتر میزدن انگار مثلا قاب خوش نشینتر خواهد شد. این پولا تو دست چپ بود و هیچکی نمیدونست چقدر داره. گاهی قمارباز میگه آقا سر همش، و اون طرف نمیدونست چقدره، مثل بانک الان میخونه میگه آقا بانکه، ها میگه سر همش. بعد طرف میمون میگه آقا چپش پره نزن، خیلی وول داره. میگه نه چپش خالیه بزن، چیزی نداره. این چپش پره یا چپش خالیه باز از این بازی. یه ضرب المثل دیگه هم من از همین بساط قماربازی بگم و رد شم. میگن کاسه کوزت جمع کن. آقا جمع کن کاسه کوزت رو. این قضیه کاسه کوزه چیه؟ قدیم یه عده‌ای بودن که بساط قمار پهن میکردن، یعنی یه جولی میوردن پهن میکردن، یه کاسه میذاشتن که داو رو تو اون قرار میدادن. داو رو الان میگم خدمتون چیه. و یه کوزه بود که این کوزه شیتیل این کاسه کوزه دار بود، این کسی که بساط رو درست کرده بود. من دقیقا یادم زیر بازارچه تو کوچه پس کوچه های بازارچه شاپور و مولوی اونجا این کاس کوزه دار میومد و بساط میکرد، میومدن قمار بازا جمع میشدن دور این داو تعیین میکردن. داو یعنی اون دستی که سر اون هر دست سر اون بازی میشه، میگه بابا الان مثلا تخته بازی میکنم میگه دستی 100 تومن، دستی 1000 تومن، هر بازی 500 تومن، اینو میگن داو. طرفین داو خودشون رو تو اون کاسه میریختن برای اینکه جر نزنن بعد ندن بدن بازی میکردن. کسی که میبرد سهم کاسه کوزه دار رو بعد مینداخت این کوزه، اون دیگه مال کسی بود که این بساط مثلا 10% 5%. و یه نفر به پا داشتن که اگر آجان اومد یا پلیس اومد خبر بده به اینا که یارو داد میزد کاسه کوزه رو جمع کنین. اومد اینا سری کاسه کوزه رو جمع میکردن، در میرفتن که آجان میاد کسی چیزی نمیده، این جمع کن کاسه کوزه تو. این قضیه است. هر شاید که یه سری ضرب المثل های معروف هست که من اینجا نوشتم که ریشه هاشون رو بگم چیه، شاید براتون جالب باشه. این رو میزنم آخر سر که هر چقدر وقت شد، چون میترسم به بحثای دیگه نرسم. این رو اینجا داشته باشین، یادم رفت به این یادآوری کنین. یه سری ضرب المثل ها هست که ریشه تاریخی داره، یعنی یک حادثه تاریخی مشخص باعث به وجود اومدن این ضرب المثل شد. مثلا میگیم باش تا قائم مقام از باغ در آید، یا معادل همون باش تا صبح دولتت بدمد. قائم مقام فراهانی روزا که از در میومد بیرون بره دنبال مثلا کارش برای صدارش، این مردم جلو خونه این صف میکشیدن جلو باغ، این یکی گرفتاری داشت، یکی نامه داشت، یکی درخواست داشت، چیز داشت، تا این به کارشون رسیدگی بکنه. این عادت هر روزه مردم بود، پشت در خونه این، پشت در واقع این یه دفاع میسادن تا روزی که به دستور شاه قائم مقام رو قرار میشه بکشن. اون میرغضب ها میان تو خونه، اون امامش میپیچن دور کلش خفش میکنن، چون قرار بود خونش رو نریزن. قسم خورده بودن تو حضرت عبدالعظیم که خونه این ریخته نشه، و یه جوری میکشنش که خونش ریخته نشه، توجیه شد و این میمیره. میره غزبا که میان بیرون میونن، مردم وایستادن همجوری پشت در با قائم مقام هم اومده، میگه باشید تا قائم مقام از باغ بیاد بیرون. یا میگن حرفای شاه تماسلی میزنه، کارهای شاه سلطان حسینی میکنه، یعنی تو حرف زدن خیلی گنده گنده است، تو عمل هیچی نیست. این دقیقا اشاره به اون توانایی که شاه تماس داشت، سازندگی هایی که از کارهای مهمی که کرد، و اون بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی که شاه سلطان حسین داشت. میگه شاه ببخشه، شاه قولی نمیبخشه. بازم این یک ضرب المثل است که
به خیلی از پادشاه ها نسبت دادن در داستان های مختلف، از شاعرهای مختلف ذکرن که من در کتابم آوردم، که یک شاعری میاد یک قصیده ای میخونه، شاه میگه که آقا 100,000 درهم بهش بدید، حواله می نویسه برای خزانه دارش، که بعضی شاولی نوشتن بعضی شیخ علی خان نوشتن، میاد حواله رو میده میگه حالا برو فردا بیا، برو پس فردا بیا، برو ماه دیگه بیا، الان نداریم. آخر سر میگه آقا شاه نوشته چرا نمیدی؟ میگه ببین تو یه چیزی گفتی شاه خوشش اومد، شاه یه چیزی گفت تو خوشش اومد، خیلی جدی نگه، برو به کارت نداریم. که بعد میاد میگه آقا شاه میبخشه شاولی نمیبخشه یا شیخ علی خان نمیبخشه. یه ضرب المثل داریم، میگه مگه سر اشفختر رو آورده. این مثل رو من خیلی کم دیدم، حتی توی ادبیات ما یک جا یا دو جا بیشتر ندیدم که استفاده بشه، اونم قدیم، ولی خب اینم مال سابقه تاریخی داره، در جنگ با روسا دوره فتحعلی‌شا بود، یکی از سرداران روسی کشته میشه به نام اشفختر و سر اینو توی گونی میارن و میندازن در حضور شاه. یه کار خیلی مهمی کرده، انعام زیادی میگیره، کسی که مثلا فکر میکرد کار خیلی مهمی کرده میگه بابا چیکار کردی، میگه سر اشفختر رو میگه آوردی. یه مسئله دیگه هست، میگه من بنده شاهم نه بنده بادمجو. میگه روز ناصرالدین شاه بادمجو غذا آوردن براش و خیلی خوشش اومد، بهش چسبید، گفت عجب غذای خوشمزه‌ای بود. ندیم دربار شروع کرد بادمجو تعریف کردن، که بادمجو خواص زیادی داره، بلغم رو میبره، صفرا رو میبره، باعث من فشار خون میاره پایین، علم میکنه، بل میکنه، رو رو خوشگل میکنه، گشاده میکنه، تنفس رو علم میکنه. بعد یه دفعه دیگه مثلا یه بار دیگه بادمجو میارن، شما اون روز خوب نبود این بادمجو، یا خوب نبود، یا بادمجونش خوشمزه نبود، یا خوب پخته نشده بود، شما خوشش نمیاد، یه هیچ چیه پختی، یه خوب بسیار چیز مزریه این بادمجو، اصلا نفت میاره، صفا میاره، نه فشار خون میبره بالا فلان. شما میگه من رسوبی تو دفعه پیش هم بادمجو تعریف کردی، حالا داری بدیش میگی، او با من نوکر شما، نوکر بادمجو که نیست. این از ضرور مسئله های معروف نیست. یه سری مسئله های ما هستن که ریشه مذهبی دارن، چه داستان های مذهبی، مثلا ضرور مسئله داری میگه ایراد منی اسرائیلی بود، کسی که مرتبه به یه چیزی گیر میده اینقدر ایراد بنی اسرائیل نگید. این نشانه به اون داستان قرآنی هست که توی داستانهای قرآنی هست که کسی کشته میشه، حضرت عیسی میگه دومه گاوی، یه گاوی رو بکشید دومش رو بزنید زنده میشه، میگه قاتل من کیه؟ میگه خب این گاوه نرم باشه، ماده باشه، میگه خب مثلا ماده باشه، میگه خب این چه رنگی باشه، میگه مثلا اینقدر فلان رنگ زرد باشه، لونه ها تصور هم ناظره، میگن خب چند سالش باشه، اینقدر اینا رو هی میگن که این دایره پیدا کردن یه همچی گاوی محدود میشه، تا میرسه یه پیرزنی که فقط این گاوه داشت، همین دونه اون گاوی که اون سالش باشه، اون رنگش باشه، اون شاخش این باشه فلان، اونا به قیمت خیلی گرونی میگه من میفروشم تا این گاو من رو دهیم. میگه ایران بنی اسرائیل میگیره، اول که گفتن آقا برو یه گاو بکش، میرفتی یه گاو میکشتی، حالا هی توش انگول تو بردی رسیدی به جایی که یه دونه گاو شد و اینقدر پول بعد بالاش بدیم. یا میگه دو قرتانیمش باقیه، هنوز دو قرتانیمش باقیه، مثلا خیلی من میگه یه روز حضرت سلیمان اعلام کرد من خدای به تمام مخلوقات تو امروز میخوام مهمون کنم و همه نهار بدم. بعد خدا میگه خب بکنم اینا چجوری میخوایی کار میکنیم، هزاران دیگ لب دریا بار میذاره و همه مخلوقات رو دعوت میکنه، آدم ها رو جار میزنه از هر دور و اطراف و اینا بیان و آقا گاواتونو بیاری، اسباتونو بیاری، امرون سگاتونو بیاری، من میخوام به همه غذا بدم. هنوز شروع نکرده بودن یه ماهی خیلی بزرگی سر از دریا میاره بیرون، میگه سهم من. اینا هر چه غذا میریختن تو شکم این یه میخورد میخورد، همه غذاهایی که برای همه پخته بودن دادن به این ماهی، گسی نشدن. از سلیمان گفت مگه چقدر غذا میخوری؟ گفت من روزی 3 قرط غذا میخورم، همه اینا که خوردم نیم قرط بود، دو قرتانی به دیگهش باقیه. که خدا برگشت که ببین تو به بنده های من نمیدونی غذا بدی، من بنده هامو خودم باید بشو غذا. یه سری ضرب المثل هست که ریشه حدیث داره، مثلا بنی آدم اعضای یک پیکرن، که خیلی ها به اشتباه میکنن اعضای یک دیگر، بنی آدم اعضای یک پیکرن ترجمه همون حدیث نبویه که میگه الناس کل جسد الواحد، یا ز گهواره تا گور دانش بجوی،
میگه اطلب العلم من المهد الى اللحد. نگاه بکن چی میگه، نگاه نکن چی میگه. میگه انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. اینها خب با توجه به اینکه این شعرهای ما هر کنون خیلی هاشون یه پا خون بودن، اشعار عربی و فقه و اینا خب استفاده کردن و اون موقع خب همه میدونستن که این ترجمه این مسئله. بعد ها یواش یواش دیگه اون حدیث رو کسی نمیدونست، فقط این معروف شد. ولی خب برجت ریشش اینه. دوستان یه سری خسته شدیم؟ نه ولی اگه شما زحمت بکشین و یه شعر خوشگلم برامون بخونین، چون فکر میکنم الان خیلی بحثای زیبایی مطرح شد. یه نکته هم که گفته بودیم راجع به استفاده از مثل در شعر بود. آه بله، اینجا آماده دارم براتون بخونم. من یه آنتراکت اینجا باز کنم روی اون صحبت هایی که اول کردید شما. یکی فیلم جنگ اطهر شما فرمودید توی فیلم هایی که من تهیه کرده بودم. شما ببخشید اون موقع من هنوز به دنیا نیومد بودم مثلا. آره دقیقا، من فقط توضیح دادم به خاطر اینکه بیان شد. فیلم آقای نجفی کارگردان کردن من و فرامرز غریبیان عضیم کردیم. اولین کار بلند سینمایی من بود، اولین تجربه بلند سینمایی در زمینه تهیه کنند دیگه. خب خیلی فیلم های دیگه هم بود، رو ده هشت فیلم رو تهیه کردم. سینمایی که پرفروشترینش پرواز از اردوگاه بود که از قلم افتاد و خیلی فیلم های دیگه که بازی کردم و ما تلویزیون بود مثل ترحم یا سر به دوران و غیره. حالا اون رو بیدش کنیم. چی میخواستم بگم؟ این دوتا مؤسسه که شما فرمودید، مدیر عامل مؤسسه مینافی و مدیر مسئول دایره مینا، اینها فقط رو کاغذه. جفتش مجوزش باطل شده، 16 سال 18 سال سال 80 16 سال 16 سال باطل شده و مطمئنم دارم به دیوار زدم. عملا بالفعل نیست، بالقوه نیست. هر شبت که بالقوه است بالفعل نیست. من یه چند تا ضرب المثل جدید رو هم بگم که گفتم خیلی از مسئله هست که جدید اومده و من جمع آوری کردم. بگی بکنم جالب باشه میرم سراغ شعر، بعد دوباره اگر لازم شد برمیگردم سر مثل. ببینید مثلا همه تو شنیدین میگن طرف دوزاریش کچ، یا آقا دوزاریش افتاد، دوزاریت افتاد، دوزاریش نمیفته. این دوزاری چیه قضیه؟ قدیمی ترها یادشونه دوریالی زمان شاه رو بودن دوزار، ریال تا یه تومن زار گفته میشد، پنج زار، مثلا نوشابه پنج زاری، نمیدونم آخوند دوزاری، سکه دوزاری، شیش زار، هفت زار. بعد این سکه دوزاری برای تلفن به کار میرفت، یعنی تلفن عمومی ها با این سکه دوریالی کار میکرد. گاهی این دوزاری کج بود و میرفت گیر میکرد، یعنی اتصال برقرار نمیشد. یعنی آقا دوزاری کجه، چون دوزاری کجه نمیفهمی، صدا نمیره، بیاد اینقدر این مشت نگو دوزاری کجه. یا دوزاری افتاد، یعنی که انداختی افتاد تو اون گلکه وصف بشه. یعنی این قضیه دوزاریه، الان فقط دوزاری افتاد و دوزاری کج بودنه و نسل جوان اصلا نمیدونه این قضیه دوزاری چی بود. یا مسئله داریم مثل نیمه پر لیوان، نیمه خالی لیوان. این انقدر استفاده شد که دیگه الان همه میفهمیم. قبلا باید به توضیح بدی که آقا یه آدم خوشبین نیمه پر لیوان رو نگاه میکنه، یه آدم بد. الان دیگه لازم به این توضیحات نیست. یه داستان، یه جوکی رو من یادم میاد دبیرستانی بودم. خب خیلی جوک ها اون موقع زبان به زبان منتقل میشد دیگه، این چیزای بلوتوس رو نمیدونم فضای مجازی که نبود. داستان از این قرار بود که یه معلمی داشت مسئله میگفت، گفت پرتقال فروشی 100 کیلو پرتقال خرید کیلو یه تومن و فروخ کیلوی 12,000 و اینقدر سود کرد، اینقدر فروش کرد و اینقدر سود کرد، پیدا کنید. اومد ببینه گفت خب رقم پرتقال که گفته، خرید رو هم که گفته، فروش هم که گفت، سود هم که گفت، میگه خب پیدا کنید پرتقال فروش رو. این جوک بود. این اینقدر سائر شد به قول معروف، پیچید، همه گیر شد
الان این پیدا کنید پرتغال فروش ها رو، من تو خیلی هم مقالات و سخنرانیات رو نوشته ها میبینم، یا برید پیدا کنید پرتغال فروش ها، ولی خیلی ها نمیدونن که آقا این قصه بود. ضرب المثل اینجوری به وجود میاد. الان یک ضرب المثل جدید به وجود اومده به نام پیدا کنید پرتغال فروش ها. یا ماهیگیری، این ماهیگیری یه آقا ماهیگیری یادش بده، یه ضرب المثل انگلیسی، البته چینی ها ضرب المثل رو دارن، یه یکی رو میخوای سیر کنی، یه روز میخوای سیرش کنی یه ماهی بهش بده، دو روز میخوای سیرش کنی دو تا ماهی بهش بده، اگه میخوای تا آخر عمر سیرش کنی ماهیگیری یادش بده. این دیگه اومد و وارد زبان ما شد. الان این رو من زیاد میشنوم که آقا ماهیگیری یاد بچه ها بدید، یعنی محصول آماده در دستشون نذارید، طریقه تولیدش رو، طریقه مطالعهش. بله، یه نوشابه برای خودش ما میکنه، یا مثلا جلوپا خودش بلند میشه، یا کفش خودش رو جفت میکنه، این هم جز مسئله های جدید. خیلی از مسئله ها رو کامپیوتر و فضای مجازی وارد زبان ما کرد که اینها هیچ جلو نوشته نشد. مثلا یا آقا من رسپ کردم، هیچ چی دیگه پول ندارم، خالیم، رسپ کردن، یا میگه هنگ کردم، آقا طرف هنگ کرده اصلا، بلش کن باید صحبت نکن. یه هنگ کردن باز از اصطلاحاتیست که کامپیوتر و فضایی. یا لود شدن، صبح خواهی میشه آقا حالت خوبه، میگه من هنوز لود نشدم، من نفهمیدم قضیه چی به چیه، اجازه بدید من بدونم چیه. یه سری ضرب المثل ها رو جنگ وارد زبان ما کرد. مثلا میگه آقا زد تو برژکی یارو، حالش گرفت. این تو برژه که کسی زدن، یعنی یک جواب خیلی محکمی بهش داد که دیگه هیچ کار ندارن، ریختش به هم. یا پاتک زدن، یا چتر بازی. آقا چتر تو خونه هرگزی ما نکن. آدم میگه بیتارو هر جا میره میگه چتر باز. اینا و خیلی ضرب المثل دیگه که جنگ وارد زبان ما کرد و من همین رو جمع کرد. فوتبال، یه سری ضرب المثل وارد زبان ما کرد. یه طرف همه کارش دقیقه 90 نمیتونید سر وقت مثلا چیز کن. یا پاسکاری کردن، آقا توی اداره آدم رو پاسکاری میکنه، اون پاس میده به این، پاس میده به اون. یه از مسئله هاییست که از فوتبال وارد ما شده. تو زندان بسیاری مسئله ها من شنیده از این زندانی ها که کاربرد داشت و خیلی برای من جالب بود. مثلا تا تهش رو لیست زدن، یعنی تا روز آخر زندانی رو تحمل کردن. طرف تهش رو دوست داره، یعنی هیچی بهش مرخصی نه هیچی هم بخشوده نشد. این اتفاقا معاون داستان اومده بود زندان به خاطر بدرفتاری هایی که زمان معاون قبلی شده بود، سه مامون رو به آزادی من معاون داستان ناظر بر زندان ها عوض شد. اومد زندان و گفتش که آی پای درخواست داره، بودم هیچ درخواستی من ندارم، هیچی ندارم. اون موقعی که من اینجا بدبختی داشتم میمردم، من تو خور خودم دست بمزنم، شما کجا بودید؟ هیچ درخواستی ندارم. گفت سه ماه مونده به آزادی، یه مرخصی سه ماهه متصل به آزادی برات مینویسم، همین الان جمع کن برو که دیگه برو. گفتم آقای دادستان، آقای میخوام تا تهش لیست بزنم. گفت بله، من رئیس زندان با آقای اصطلاح اینجا این مسئله تا تهش میخوام لیست بزنم، یعنی تا روز آخر زندانی رو میخوام بکشم، حبسم رو میخوام بکشم. نوشتم من خیلی ضرب المثل ها رو در زندان، لاتا لوتای کوچه بازار مثل هایی دارن که حالا شاید توش واژه های مستعجر هم زیاده، ولی به هجر من توی کتابم اینا رو آوردم، مثل هایی که استفاده میشه و من مجردم مثل رو من استفاده کرد، حالا واژه مستعجر رو غیر مستعجر ندارم. خب قبل اینکه بریم سراغ شعرانه، من یه سوال خیلی کوچولو بپرسم، چون چند بار اشاره شد به کتاب و اینا، میخوام بدونم آیا کتاب چاپ شده یا در شرف چاپه، یا اینکه اون کتاب خاطرات زندانم در شرف چاپ، ولی اشعارم 10 جلد چاپ شده، 9 جلدش تو آمازون هست، جلد دهم دیگه تو آمازون نیست، جلد 11 هم دیگه چاپه داره چاپ میشه به همراه خاطر زندان که اونم جداگانه. بسیار عالی. بعد این کتاب ضرب المثل تو آمازون هست. کتاب ضرب المثل ها که فکر کنم 1-2 سال دیگه کار داره اگه زنده باشم. جمع بندی اینا، کتاب فرهنگ قافیه رو باید اول بدم بیرون، رو اون خیلی زحمت کشیدم.
15 سال بیشتر من رو فرهنگ قافیه باز کارهای جدیدی کردم توی فرهنگ قافیه که حالا اگر فرصت شد یه بار دیگه میام راجع قافیه براتون صحبت خواهم کرد که چه کارهای جدیدی من کردم توی این کتاب و چه مباحث جدیدی اصلا تو قافیه باز کردم من. خب بعد از اون فرهنگ قافیه که تقریبا یه کارش تمومه، دو سه سال کار داره تا این کتاب ضرب المثل ها که در چند جلد خواهد شد بیرون بیاد. بسیار عالی. من میدونم که همه الان یه تعدادی از دوستان علاقه شدید پیدا کردن به مبحث فرهنگ قافیه. بله. از چشماشون من دارم میبینم الان اینایی که تصویراشون روشنه. بسیار جلسه بعدی اگر عمری بود راجع به لطف میکنی. بسیار از محبتتون ممنون. حتی بحث قافیه به این شیرینیه بحث ضرب المثل نیست چون دیگه خیلی فنیه، تخصصی میشه. من توی اشعارم بسیار بسیار از ضرب المثل ها استفاده کردم. یکی از اینها رو انتخاب کردم براتون میخونم. شعرش به نام اصلاحات. این شعر زمان آقای خاتمی گفته شد. اون زمان خیلی به من ایراد گرفتن، عالی پیام نکن، نگونی تنها امید ماست، آخر امید ماست. من یادم آقای خاتمی و همه روشن فکرها، همه تحصیل کرده و بی سواد ها، مردم عوام، مردم خواص، همه استقبالی که از ایشون شد و از اون آقای پتانسیل نتونست استفاده کنه. شعر مال اون موقع است، خصوصا وقتی مجلس اون قانون مطبوعات رو گفتن آقا درست میکنیم و علم میکنیم بل میکنیم، فرمودن خفه، همه خفه شدن. به امید صلاح و اصلاحات. من ضرب المثل هایی که توی این شعر هست رو قطع میکنم، توضیح میدم و ادامه میدم. به امید صلاح و اصلاحات رأی دادم زروی نادانی، به کسانی که مدعی بودند به دموکراسی مسلمانی. عده‌ای ظاهر الصلاح و امین، خوب و ناز و قشنگ و مامانی، لیک حالا به جای اصلاحات همه مشغول گربه رقصانی. این گربه رقصانی ضرب المثلی است که ریشش در اینجاست که جاهلای قدیم یه گربه رو میگرفتن، یه توپ به دم به این میبستن، با یه نخ کوچیک بلش میکرد. این گربه برمیگشت که این توپ رو بگیره، با همین برگشتنش چون برمیگشت این توپ هم دوباره میرفت. هی از این ور از این ور دور خودش میچرخید مثل فرفره که این توپ رو بگیره و نمیتونست بگیره. میخندید، وسیله تفریحشون بود، گفتن گربه رقصوندن، یکی تفریحشون. یا ضرب المثل دست و پای کسی رو تو گردو گذاشتن، یه دست و پاش تو پوست گردوه، پوست گردو رو چهار تا پای دست و پای گربه رو نشن تو گردو و این بیچاره میخواست راه بره، هی سر میخورد، زمین میخورد، هی کارهای مثلا حرکتهایی میکرد که میخندیدن، میگفتن گربه رقصوندن. گربه رقصونی این نرشش. لیک حالا به جای اصلاحات همه مشغول گربه رقصانی. پیرمردی به ریش من خندید که حلال تو این پشیمانی، تو اگر خواستار اصلاحی رأی باید دهی به سلمانی. همه وعده ها خالی بود، طرح اصلاح ماستمالی. دو تا مثال ما اینجا داریم، یکی خالی بندی، یکی ماستمالی. من توضیح میدم. ببینید زمانی که فوزیه همسر شاه فقید میومد از مصر با کشتی اومدن تا بندر عباس، از اینجا با زمینی قرار بود بیان تا تهران. رضا شاه دستور میده به خاطر اینکه روستاهای بین راشیک و اینا باشه، همه نماهایی که به سمت جاده است رو گچ کنن، سفید کنن، کاگل چیزی دیده نشه. این دستور دیر ابلاغ شد، خیلی‌ها گچ کردن و اینا، توی روستای گچ پیدا نشد به اندازه کافی. ژاندارم‌ها اومدن و گفتن که تا فردا این دیوارا همه باید گچ بشه، هر چی دیوار. این بیچاره چون گشت گیرشون نیومد و از طرفی تهدید شده بودن، ترسیده بودن، هرچی ماست ده بود جمع کردن و ماست مالیدن به این دیوارا. از بخت بعدشون شب بارون اومد، همه ماستارم شسرن. بعد که ژاندارما اومدن فردا موکب هم رد شد و کایلا زد زبقشون، ژاندارما گفتن چرا ماست نمارید، چرا گشت نکردین، چرا سپید نکردین، گشت گیر نیومد، ماست مالی کردین. اونم بارون اومد رفت. این قضیه ماسمالی کردن این ریششه. خالی بندی از ضرب المثل هاییست که بعد از انقلاب وارد شد و
وقتی انقلاب شد این پادگان ها افتاد دست مردم، خب یه دیجی صدا شنیده آر بی جی دارم چی بار فلان، کلت هم کم بود هم بسیار عزیز و ارزشمند. هر کی کلت اینجا کمرش بود کلت 45 هم بود یادمه، یه خیلی فخر میفروخت. رؤسای کمیته مثلا حتما کلت بد بود، بعضی کلت گیرشون نایمد قاب خالی کلت رو میبستن، بعد این پیرن رو مینداختن روش، این قاب خالی از زیر پیرنه میزد بیرون ولی کلت توش نبود. و بعد وقتی که تحت نگه طرف میگه آقا خالی بسته کلت نداره، من قابشه خالی بندیه. این قضیه خالی بندی اینه، همه وعده هات خالی بود، طرح اصلاح ماسمالی بود. آن عروسی که بود تعریفی، من نگویم چه آمده سر آن. عروس تعریفی رو حتما شنیدی، من نمیدونم بگم نگم، حالا میگم دیگه. حالا با قرار بنا بر این بود که الفاظ مستجع میگن عروس تعریفی وضو در میاد، ببخشید این ضرب المثل خیلی معروفی است. آن عروسی که بود تعریفی، من نگویم چه آمده سر آن. داده بودی شعار اصلاحات، لیگ حالا بله بله قربان. این همه وعده سر خرمن، بهر فاتی نمیشود تنبان. ما دوتا ضرب المثل تو این یک بیت داریم. وعده سر خرمن اینه که قدیما به جای پول، هنوزم تو افغانستان من دیدم این رو، مثلا سلمونی میاد تو ده سر همه رو میزنه میره، هیچ پولی نمیگیره. بعد من گفتم چرا پول نمیگیره، مثلا سر خرمن که شد میاد گندم بره جا چیزایی که کاشتن سهمشو میگیره میبره، سهم یه سالش در میاد. بعد سر خرمن میگه بشه که بولی کسی رنگ بر سر خرمن بیا من بهت مثلا میدم حساب بکنم. بعد سر خرمن یه حرفا با صفاتی تنبون نمیشارم که مثلا معروفی سالا بعدا ریشش رو برید کنتون تو کتاب کنم. من بگویم به تو همین مجمل، تو حدیث مفصلش برخوان. باز حدیث تو خود حدیث مفصل بخوان از این باش. بهر ما چاه اگر ندارد آب، بهر تو این مقام دارد نان. بسیار مسئله معروفه، میگه واسه من آب نداره، واسه تو که نون داره. یکی از وزرای معروف قاجار بود حاج میرزا آقاسی، بسیار وزیر بیکفایتی که سور زده بود به مسئولین الان. این خیلی علاقه به دو کار داشت، یکی قنات، یکی توپ، ساختن توپ، که توپ هایی که این ساخت هیچ کدوم استفاده نشد، جنگی هم پیش نیامد و بعد هم میگه خیلی ناکارآمد بود، میترکید آدم ها رو میکش. قنات هایی هم که میزد، چه هایی هم که میکرد، هیچ کدوم به آب نرسید. یه بار من سر یکی از این قنات ها بسه بررسی، این قنات که چاکنه گفت آقا اینجا آب نداره، ما داریم میکنیم. یه تخصصیه برای خودش توی یزد، الان یه عده‌ای هستن بو میکشن میگه اینجا رو بکنید آبه، با بو میفهمه که اینجا آبه، دو متر اونورتر آب نیست. این چاکنه گفت آقا اینجا آب نداره، ما این داریم میکنیم. گفت آقا بکن. دوباره فردا اومد گفت قربان گفتم اینجا به آب نمیرسه. گفت مردی که آب نداره برای من، برای تو که نون داره، تو چیکار به این کارو داری؟ بکن. این بند رو از اول میخونم، خیلی توضیح دادیم. آن عروسی که بود تعریفی، من نگویم چه آمده سر آن. داده بودی شعار اصلاحات، لیک حالا بله بله قربان. این همه وعده سر خرمن، بهر فاتی نمیشود تنبان. من بگویم به تو همین مجمل، تو حدیث مفصلش برخوان. بهر ما چاه اگر ندارد آب، بهر تو این مقام دارد نان. من ندیدم وکیل خوش وعده، گر تو دیدی سلام ما برسان. همه وعدهات خالی بود، طرح اصلاح ماسمالی بود. تا به هم چشم برزنی هر سال، انتخابات میرسد از راه. هر کسی با شعار تبلیغات، کوه میسازد از دک پرکا. باز میهن شود عزیز همه، همه ملیگرا و ملی خواه. از شعار وطن برای همه، در دیوار شهر گشت سیاه. لیک آزادی و وطن خواهی، این یکی چاله است آن یک چاه. تا به جنبیز جای خود رفته، بر سرت تا به زیر گوش کلاه. همه وعدهات خالی بود، تر اصلاح ماسمالی بود. دو تا ضرب المثل داریم، درست 180 درجه ضد هم و هر دوتا یه معنی میده. یکی کلاه سر کسی گذاشتن، یکی کلاه کسی رو برداشتن.
اگر دوست داشتید بعد آخر سر بگید، من ریشه این ضرب المثل رو هم تا اونجایی که من تحقیق کردم خدمتتون بگم که چرا این ضرب المثل با دو جمله کاملا متفاوت یه معنی میده. ابر و باد و مه و فلک در کار، تا تو گشتی وکیل این مجلس، تا شدی انتخاب گشته دوچار، به یبوست موکل مفلس. چون که خورد از درخت اصلاحات، میوه اش بود میوه نارس، پیش تازان راه آزادی همه افتاده گوشه بی حس، موتور پرتوان اصلاحات او افتاده به پت پت و فس فس، من پشیمانم از طلا گشتن، پس دوباره کنید ما را مس. این همه خواستید من ریشش بعد براتون بگم. همه وعده ها خالی بود، طرح اصلاح ماسمالی بود. چه کسی کاسه گدایی را کرده تعویز با پیاله من، راه پرچاله بود و دستنداز، این زمان چاه گشت چاله من، سمت چپ یا که راست فرقش چیست، کوش کوشی برای ناله من، نه از آن ور بود نه از این ور، خانه قصه های خاله من، همچه زهر پلنگی است از بس، مهر خورد شناس نامه من. زهر پلنگی هم باز از اون مسئله که دیگه باب نیست و به این جهت من نقل کردم این زیر که بر اساس داستانی از عبید زاکانی خواستید براتون نقل میکنم. قافیه شد غلط خیالی نیست، بسپر شعر را به مانه من، همه وعده ها خالی بود، طرح اصلاح ماسمالی بود. دیشب آهسته با خودم گفتم، دیشب آهسته با خودم گفتم که قلم می شد این دو دسته کاش، این همه رأی داده ایم هنوز، کاسه آن کاسه است و آش آن آش، حیف آن وقت ها که گشت تلف در صف رأی باجی و قارداش، نیشتر از دلم برون کرد خنجری را فرو نموده به جاش، باز هم جای شکر آن باقی است که فرو کرده اند یواش یواش، سیم پیچ دریل حالو سوخت بس که مت نهاده بر خشخاش، همه وعده ها خالی بود، طرح اصلاح ماسوالی بود. خب من تا شما سوال ها رو آماده کنید یا هر برنامه دارید چای رو بخورم و در خدمت شما. بسیار عالی، ممنون هستیم آقای عالی پیام، بسیار برنامه هیجان انگیزی بود تا حالا و چقدر ما لذت بردیم. من الان راستش دوست دارم یک خیر مقدم ویژه هم بگم به آقای عدیلی عزیز و بزرگوار، بسیار لطف کردن به جمع ما پیوستن امشب. اگه رضا جان آن میوت بکنی آقای عدیلی رو، جمشید عدیلی توی آخرای لیست هستند، بسیار عالی میشه. من فکر کنم میتونیم الان یه 5 دقیقه بریم بریک، بعد که برگشتیم آنمیوت که کردی آقای عدلی، خیلی دوست دارم یه چند ثانیه حداقل چند دقیقه در خدمتشون باشیم و بعد برگردیم و بحث ضرب المثل ها رو ادامه بدیم. همینطور هم سوالایی که هم بچه ها فرستادن، هم مباحث جالبی مطرح شد، فکر میکنم سوالات جدیدتری هم داشته باشیم.